أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم أجمعين. عرض سلام مجدد خدمت دوستان عزیز. توفیق داشتیم موضوع آداب معاشرت و روابط اجتماعی در غرب رو با رویکرد اسلامی دنبال میکردیم. در جلسات گذشته محوریت عقل در زندگی اجتماعی و همچنین توجه به بحث عدالت به عنوان یک محور، همچنین احسان با این قید که درش افراط نکنیم، که گاهی ممکنه حتی از عدالت هم ما در واقع عدول کنیم از این طریق، و نیز این که ما هویت بندگی خودمون رو بپذیریم که در این هم معنای هویت لحاظه و هم اون هویت استقلالی که گاهی در واقع شعار کسانی است که انسان محور در واقع زندگی میکنن یا میاندیشن، برای اینکه اون شعار، اون استقلال نامطلوب در واقع اون فراموش شده باشه و کنار زده شده باشه، گفتیم هویت بندگی. و نهایت گفتیم که ما اگر در محضر خدای متعال و ولی او زندگی بکنیم، به نظر میاد که تونستیم یه رفتارهایی رو، یک ارتباطاتی رو که انشالله اونها برای ما ماندگار باشه و انشالله در قیامت هم به کار بیاد، انشالله چنین رفتارهایی داشته باشیم. ببینید، در بحث‌های این چنینی، یعنی ما وقتی میخوام مثلا آداب معاشرت یا رابطه اجتماعی رو بررسی بکنیم، سه لایه ما میتونیم بررسی بکنیم. یه لایه برای اینکه فرض کنید که به لحاظ دانشی یا به لحاظ علمی یه چیزی رو ما تدارک کرده باشیم و خیلی دنبال فایده عملی و کاربردش نیستیم. لایه دیگر اینه که ما با مستند کردن یه سری گزاره ها، یعنی باز در لایه دو علمی سخن میگیم، انشالله مستند سخن میگیم، ولی بیشتر نگاهمون اینه که در عمل چه اتفاقی باید بیفته و در عمل آدم باید چگونه باشد. یه لایه سومی نیازه که شاید توی موارد زیادی این لایه فراموش میشه و اونم اینه که خب من الان دانستم باید عاقلانه زندگی بکنم، باید خردورزی بکنم، باید جزء گروهی باشم که یعقلون نه لایعقلون. خب لایه سوم اینه که من بپرسم خب اینو چجوری من تأمین کنم، یعنی چه کارهایی باید بکنم تا این اتفاق بیفته. ببینید، شما یه روز ممکنه به فرزندتون بگید که ما میریم مهمانی، اونجا شلوغ نکن، مؤدب باش، تا به چیزی تعارف نکردن مثلا دست دراز نکن، بر ندار. حالا یه تذکرات فرض کنی اینطوری. یه موقع میام یه کار دیگه میکنی، یا خب بچه طبیعیه دیگه، نشاط، هیجان، انرژی. من اگه بچه‌ام رو توی فضایی بزرگ کنم مثل قفس که اون احساس حبس بکنه، احساس زندان بودن بکنه، خب طبیعیه دیگه، جای مثلا جدید وارد میشه که مهمانه، انگار یه تیری از چله کمان خارج شده. یکی از آشناها گفتش که نوه من وقتی میاد خونه ما، واقعا از در میاد تو مثل تیر که از کمان رها شده، همچی پرتاب میشه تو خونه، شروع میکنه به دویدن، میره تا تای مثلا پذیرایی برمیگرده، داد میزنه، یه 3-4-5 دقیقه تو این فضاست، تازه سلام علیکم فلان.
خب ما چه انتظاری داریم وقتی که یه انسانی که توی مقطع سنی نیازش اینه، اختزاش اینه؟ خب طبیعیه، تو خونه من دارم یه جوری زندگی میکنم، یه سری قوانینی رو گذاشتم، انضباطایی رو در واقع پیگیری میکنم. حالا شاید شما مبتلا نباشید به این مسئله، بعضی ها یه جوری زندگی میکنن که خونهشون یه در واقع مغازه کوچک اشیاء عتیقه است، یه مغازه کوچک جنسای نفیسه، یه جوری باید وارد شید، یه جوری باید حرکت کنید چیزی نشکنه. خب بچه تو این خانه چجوری میخواد زندگی بکنه؟ خب ببینید، من اگه قبل فکر بکنم که این انرژی چجوری تخلیه بشه، خب طبیعیه وقتی اونجا میرسه یه چنین اتفاقی نمیفته. بنده نمیخوام الان بگم این مثال تنها مثاله یا مثال برتر اینه. مثلا فرض کنیم میخوام بریم یه جایی، ممکنه من با فرزندم میگم این راه 20 دقیقه رو ما پیاده با هم میایم، تو رو با هم بگیم بخندیم اینا، اونجا میرسیم شما یک بچه آرامتری رو خواهید داشت. یا مثلا تو روایت هم البته داریم که جایی میخوایم برین، مثلا حتما یه چیز قبلش بخورید که باعث گرسنگی و اون ادامه رو من دارم عرض میکنم، تو روایت فقط قسمت اول اون ولع و حرص مثلا نبوده باشه. خب بچه گرسنه یه جای دعوت شده و دیگرانم میخوان نهار بخورن با تشریفات یه ساعت دو ساعت بعد از وقت قانونی که بچه غذا میخوره، خب شما چه انتظاری داری؟ یا یه خوراکی هایی هست اونجا خیلی مثلا آراسته قشنگ، بالاخره بچه هم این کارا رو میکنه دیگه. من خاطرم است بنا به توصیه بزرگترهای خودمون، وقتی که مهمان به خانه ما می آمد، من به همون کیفیتی که به مهمان تعارف می کردم به فرزند کوچکم هم تعارف می کردم و صبوری می کردم هر چی می خواد برداره. و مثلا یه شیرینی رو 3 تا می خواست برداره، گفتم بردار. خب تموم بود دیگه، حالا نمی خورد، جلوش بود نمی خورد. یادم یه مهمانی ما رفتیم، خب بالاخره خونه خیلی آراسته بود، وسایلشون زحمت کشته بودن، بعد نشستیم. ما خیلی ارتباط اونها ارتباط خیلی نزدیک نبود، مقدار رسمی تر بود. من از صابخونه اجازه گرفتم، گفتم میتونم من یه چند دقیقه با فرزندم برم بیرون یه کاری انجام بدیم بیان؟ خواهش میکنم. رفتیم تو کوچه، یکم با هم راه رفتیم و دویدیم و اومدیم و خب بچه آروم شد نشستیم و اینا خواست بدوه را بره بزنه این میزو بندازه اون ظرف رو بندازه. یا باز یه جایی رفتیم، بچه میخواست بره خودش مثلا از چیزایی که رو میز چیدن ورداره، به عنوان یک کنجکاوی، به عنوان یک بازی. من گفتم که خب دروسی اون کمتر بود، گفتم خواهش میکنم شما تعارف بکنید، تموم که شد بذارید بالای بوفتون، بذارید یه جایی که در دسترس نباشه، جلو دید نباشه. خب بچه میدونید دیگه، حافظش جلو چشمشه دیگه، کوچیک بود بچه. خب من میخواستم عرض کنم که لایه سوم یعنی این، یعنی من چگونه باید باشم، چگونه زندگی بکنم که در جامعه ظاهر شدم با یه متانتی بتونم اون مطالبی که گفته شد در خردورزی و در زندگی در محضر امام زمان علیه السلام و در خوبی کردن به دیگران و اون بحث عدالت و در واقع اینها رو، و بعد افتخار کنم به اینکه من بندم، چیکار باید بکنم؟ این میشه لایه سوم. در لایه سوم ببین، اول البته شما ممکنه لایه دو رو مثلا به گوشتون برسه، خودتون یه فکری به حالش بکنید. مثلا اگه به شما بگه که شما تو مهمانی یه کمی زیاد حرف میزنی، خب شما میگی باشه من سعی میکنم کم حرف بزنم. مثلا فرض کنید یه نوشته با خودتون مثلا میبرین، یه علامتی، یه نشانه که یادتون نره، یا حتی ممکنه به همراهتون بگید که اگه من دارم حرف میزنم یه اشاره کن من یادم بیاد. اینم یه کنترل دیگه، اینم در واقع یه نوعی تو لایه سوم حرکت کردن.
اما گاهی میگیم که آیا چیزی هست که من اونم تمرین بکنم که نتیجه اون تمرین این باشه که اینجا از من این بیادبی سر نزنه. اونجایی که من عرض کردم مثلا یه چیزی قبل مهمانی آدم بخوره، یعنی فرزند آدم یا آدم بخوره، یا اگر نهار دیر میخواد سرو بشه آدم قبلش یه تبندی کرده باشه بچه، یا مثلا قبلش ما پیاده این مسیر رو بیایم، شاید به ظاهر آدم میگه آقا این پیاده آمدن یا ایستی خوردن چه ربطی به ادب حضور در جمع داره. یعنی همین تحلیل کوتاه و همین تجربه به نظر من نسبت این دوتا به هم رو یه کمی روشن میکنه. اینو برای این عرض میکنم گاهی تو لایه سوم ما یه کارهایی رو باید تمرین کنیم که به ظاهر ارتباطی نداره به لایه دوم. یعنی اگر مثلا به ما تعلیم کردن این کار رو بکن، ما میگیم چه ربطی به لایه دو داره. پس ما این نمای بحث رو، تابلوی بحث رو یه بار دیگه بکشیم. یه لایه است بحث دانشی و بحث علمی دانشگاهی و اینهاست که خب ما الان تو گفتگوم اصلا دنبال اون نیستیم، مثلا مقاله‌ای بنویسیم تو این باب. این لایه دوم این بود که با نگاه کاربردی بریم ببینیم اون اصولی که باید به اون توجه بکنیم چیه. لایه سومی که در عمل چه کارهایی بکنیم که نتیجهش در واقع این بوده باشه که من مؤدب زندگی بکنم در ارتباطات اجتماعی. یادمون باشه مؤدبی که نه لزوما مورد پسند دیگران باشم، نه مورد پسند انشالله امام زمان باشم، و البته کسی که این گونه زندگی بکند اونها او رو به ادبی مؤدب کردند و میکنند که در واقع میشه محبوبتن فی ارضک و سمائک. خب حالا به اینجا که رسیدیم میخوام یکی از اون نکاتو بگیم که فکر میکنم نکته ساده ای هم هست ولی گاهی ما توجه نمیکنیم. از چیزایی که روابط اجتماعی ما رو پشتیبانی میکنه و تصحیح میکنه، زیبا میکنه، نظافت و طهارت. خیلی ساده، آدمی که لباس قشنگ پوشیده، پیرنش رو اتو کرده، حالا تو غرب یه جور لباس میپوشن، هر جای یه جور لباس میپوشن، اما لباسش تمیزه، آراسته است. خب آدم ظاهرش آراسته باشه که اصلا نمیخوره به قیافش که شاید شلوغ بکنه. اینایی که میخوان یه مقدار راحت زندگی بکنن یعنی ما بی تکلفیم. بعد شما نگاه میکنیم لباسش هم لباس فرم نیست. قدیم من یادمه میگفتن هیپی، البته بیشتر به مو اطلاق میشد که مو را آرایش نمی کنن. ببینید آدم بی انضباط، بی قید، بی ادب، بی ادب نه به معنای جهنمی بلکه ادب رعایت نمی کنه، این نمیتونه با ظاهر آراسته مؤدب زندگی کنه، اون یه ظاهر دیگری میطلبه. لذا الان رسما یه گروهایی تو دنیا هستن که به بیادبی افتخار میکنن. حتی اینا یه ادبیات قدیمی تری هم داره ها، مثل که مثلا یه نفر میگه من درویش صفتم. من نمیخوام بگم هر کس درویشه یا خودشو درویش میدونه از این قبیله، نمیخوام با این اسم بازی کنیم، نمیخوام این اسمو تخته بکنیم، نمیخوام بی خود این اسمو بالا ببریم، نه نه یه اسمه، منتها ما از این اصطلاح اینو میخوام به کار ببریم، بیقیدی، لاابالیگری. ببینید ظاهر و باطن باید با هم سازگار باشن، یه مدتی میتونن به صورت مصنوعی ناسازگار پیش برن ولی بالاخره این زمین میخوره، ماندگار نیست. خب اگر برای فرزندمون فکر میکنیم که خب او انشالله میآموزد نظافت رو و آراستگی رو، اگه برای خودمون هم هستیم که خب همین کارو میکنیم دیگه انشالله. خود آدم هم حس میکنه، نمیدونم هممون تجربه داریم وقتی که استحمام میکنیم، وقتی لباسمون تمیزه، اصلا خودمون حالمون خوبه. منو برام روایت عرض میکنم ها، حال خودمون هم خوبه. وقتی که کثیفیم،
لباس کثیف بر تن داریم یه مقداری راحت‌تر رها میشیم. نمیخوام رابطه جبری ایجاد بکنیم، ولی بین این دو رابطه طبیعی هست. خب ما وقتمون رو به پایانه، اگر انشالله توفیق بود تونستیم خدمتتون برسیم، همین بحث رو ادامه میدیم و قسمت طهارتش رو هم انشالله زمینه میکنیم. فعلا این جلسه گفتگوی ما بر این بود که اگر سه لایه بکنیم پرداختن به یک موضوع رو، لایه اول که دانش دانشگاهی است عموماً مد نظر نیست، لایه دوم که روی کرده کاربردی بودن مورد نظر بود، و لایه سوم پرداختن به اون مواردی است که لایه دوم رو تعمیم میکنه. عذرخواهی میکنم و خدا رو شکر میکنم که توفیق داشتم خدمتتون باشم. انشالله تا جلسه بعد، خدا نگهدار.